احتمالا از خودتون پرسیدین که آیا طبیعیه که یک شخصی که در رابطه هست به شخص دیگه ای تمایل جنسی داشته باشه یا نه؟ آیا این تمایل رو میتونیم به عنوان خیانت در نظر بگیریم یا نه؟ عزیزای من، این قضیه که شما به یک شخص دیگه کشش جنسی داشته باشین در حالی که زندگی خودتون، رابطه خودتون عالیه و هیچ مشکلی ندارین، کاملا طبیعیه. ولی یه سری دلایلی داره. دلایل کشش جنسی به شخص دیگه‌ای هنگامی که خودتون در رابطه خوب و خوشحال هستین. این بحثیه که من میخوام امروز باهاتون مطرح بکنم. پس اگر دلتون میخواد تا پایان این ویدیو همراه من بمونید، لطفا اول کانال من سابسکرایب کنید، بعدم اون زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای جدید من مطلع بشین. درود بر شما دوستای گل من، به یه ویدئوی دیگه با کانال من خیلی خیلی خوش اومدین. آیا کشش جنسی نسبت به یک شخص دیگه معنیش اینه که شما میخواید خیانت کنید، یا اینکه از پیش توی ذهنتون خیانت کردین با اون آدم؟ باور دارید که تمایل به بیش از یک نفر در آن واحد ممکن هست یا نه؟ همه این احساس رو تجربه میکنن. دخترایی که فکر و ذکرشون جانی دپ، رایان رینولدز، مثلا تام کروز و نمیدونم لئوناردو دیکاپریو و از این جور چیزا. پس نتیجه میگیریم که چنین احساسی وجود داره و غیر ممکن نیست. اما واقعیت متفاوته. اگه با کسی در رابطه باشیم و ناگهان به یک شخص دیگه ای از نظر جنسی متمایل بشیم، اون موقع چی کار میکنید؟ وحشت میکنید؟ تلاش میکنید تا اون شخص مقابلتون رو جذب بکنید یا دفعش بکنید؟ احساس گناه میکنید از اینکه توی ذهنتون به پارتنرتون خیانت کردید؟ نگران میشید؟ خوشبختانه حقیقت چنین موضوعی از چیزی که تصور میکنید خیلی خیلی کمتر نگران کننده است. یه سری دلایلی داره چرا ما در حالی که توی یک رابطه خوب و خوشحال هستیم باز هم به اشخاص دیگه ای تمایل جنسی داریم. میتونه همکارمون باشه، فامیلمون باشه، دوست معمولیمون باشه، نمیدونم یک سلبریتی باشه، هر کسی. ما ممکنه که به یک شخص سومی تمایل جنسی داشته باشیم. کاملا متوجه دلیلتون باید بشین. اولش هورمون ها و شیمی هستش. همه انسان ها فرومون ترشح میکنن، همون هورمون های شیمیایی کوچیکی که روی بقیه آدم ها تأثیر میذارن، انگار که یک هوایی هست که یک حاله هست که دور ما رو گرفت. به همین دلیل هستش که به بعضی از آدما هرچند در کل جذاب باشن هیچ تمایلی نداریم، چون که فرومون هامون با هم دیگه مچ نشده. و به یه عده دیگه که شاید در مجموع جذاب نباشن کشش جنسی داریم. خب میتونیم این قضیه رو گردن فرومون ها و شیمی بندازیم. دلیل دیگه شخصیت هستش. گاهی وقتها شخصیت دو نفر اونقدر در هم تنیده و جور میشه که بینشون کشش جنسی شکل میگیره. وقتی که شما با یک کسی میخندین و محرم رازتون میشه و باهاش درد دل میکنین و بینتون رابطه عاطفی ایجاد میشه، ذهن شما میتونه از این رابطه عاطفی فراتر بره و به رابطه فیزیکی فکر بکنه. در رابطه خودتون با پارتنرتون شاید کمبودی احساس میکنین. وقتی که توی رابطه هستین اما به یک شخص دیگه ای تمایل جنسی دارین، شاید توی رابطه خودتون یک کمبودی رو احساس میکنین، یک چیزی نیاز دارین که دریافت نمیکنین. بین بعضی از زوجها خیلی رایجه که یک نیازی دارن که پارتنرشون هیچ وقت نتونسته اون نیازشون رو براشون پاسخ بده. چرا کشش جنسی به یک شخص دیگه طبیعیه؟ پاسخ ساده است، چون ما انسان هستیم. تمایل جنسی به چندین نفر کاملا طبیعی و ممکن هستش. بحث و گفتگو درباره امکان این که در یک زمان عاشق بیش از یک نفر باشیم خیلی زیاد رایج هستش، اما از نظر تمایل جنسی به بیش از یک نفر با قطعیت میشه گفتش که کاملا ممکن هست و در واقع بسیار هم رایج هست. چیزی که طبیعی نیست، تمایل جنسی فقط به یک نفر در کل زندگی هستش، چون که ابدا امکان نداره و هر کسی هم که داره میگه من فقط به یک نفر تمایل جنسی دارم داره دروغ میگه.
اگر اتفاقی به یک شخص دیگه یک نگاه مختصری بکنید و به جذابیت جنسیش فکر بکنید، این فکر کردن به معنای خیانت به پارتنرتون نیست. اینجا یه سری مواردی وجود داره که من باهاتون بررسی میکنم. بر اساس تمایل فیزیکیتون شما اگر رفتار کرده باشین، شما کاملا عادی هستین. ولی اگر بر اساس تمایل عاطفیتون رفتار کرده باشین، شما یک خیانتکار هستین. کشش جنسی به موقعیت وابسته است. اگه به یکی از همکاراتون تمایل جنسی پیدا کردین، ممکنه که موقعیت پیچیده باشه، چون که شما انقدر کنار اون آدم دارین وقت میگذرونین که بدنتون، ذهنتون فکر کرده که باید با این آدم خیلی رابطه نزدیکتری داشته باشم. در این حالت باید یک راهی برای سرکوب میل جنسیتون پیدا بکنین. دیدین خیلی از رئیس شرکت‌ها با منشیشون وارد رابطه میشن؟ این به خاطر اینه که خیلی خیلی زیاد همدیگر رو میبینن. اگر عاشق کسی هستین، چرا به یک شخص دیگه تمایل جنسی پیدا میکنین؟ پاسخ ساده است، چون که عشق و کشش جنسی دو چیز کاملا متفاوتن. عشق یک مسئله قلبی و ذهنیه، کشش جنسی یک مسئله کاملا جسمی و فیزیکی هستش. ممکنه که عشق و شهوت رو نسبت به یک نفر داشته باشین، ممکنه که شهوتتون نسبت به شخص دیگه ای هم باشه، یک سلبریتی، یک کسی که هر روز شما دارین توی محل کار 8 ساعت 10 ساعت باش وقت می‌گذرونین. چنین حس و تمایلی شیمیایی و زیستی هستش عزیز من، نه عاطفی نه دلی. البته که دلایل ریشه دار دیگه ای هم هست برای توضیح علت کشش جنسی. مثلا شاید ترین دلیل اینه که اگر مدت طولانی در رابطه باشین، از هیجان ابتدایی زندگی جنسیتون کم میشه و پر هیجان نگه داشتن سکس تلاش میخواد و اغلب شرایط زندگی مانع این قضیه میشه. ادامه این روند ممکنه که در طولانی مدت باعث خیال پردازی درباره چیزهایی بشه که زمانی آرزوشو داشتین مثلا با پارتنرتون تجربهش بکنین، اما هیچ وقت به دستش نیاوردین. چطوری باید جلوی از کنترل خارج شدن کشش جنسی خودمون رو بگیریم؟ اگر رابطه شاد و متعهدانه ای دارید، یا اینکه در رابطه ای هستید که کمی نیاز به کار کردن روش داره، باید تمایل خودتون رو کنترل بکنید. باید تمام فکر و ذکر و احساس خودتون رو بذارین روی رابطه خودتون تا اون رو بهتر و بهتر بکنین، تا جایی که دیگه به هیچ کس حتی نتونین فکر هم بکنین. ولی اگر ذره ای رابطه خودتون بلنگه و شما به جای ترمیم کردن رابطه خودتون جای دیگه بخواین دنبال خوشحالی بگردین، اون موقع است که دیگه کارتون بیخ پیدا میکنه. ارزیابی رابطه فعلیتون خیلی مهمه. اگر احساس میکنید علت کشش جنسی به شخص دیگه اینه که رابطه فعلیتون تازگی خودش رو از دست داده، بهتره که برای رابطتون یک مقداری زمان و توجه صرف بکنین تا بتونید اون رو به هیجان اولیه برگردونید. مثلا از یک روانشناس کمک بگیرین، از یک سکس تراپیست کمک بگیرین، با هم دیگه گفتگو کنین، چیزهایی که میخواید به دست بیارید رو بگید، به زبون بیارید. پارتنر شما در ذهن شما نیست، نمیدونه که شما چی دوست دارین، پس باید بهش بگین که چه چیزی دلتون میخواد. درباره چرایی این احساس فکر بکنید. از این احساس به عنوان شتاب دهندهی برای کسب کردن چیزهای بهتر در رابطه خودتون استفاده بکنید، تا اینکه بخواین روی مثلا همکارتون بیشتر فکر بکنید. اگر پارتنرتون با شما صحبت میکنه، بشینید باهاش صحبت کنید، بهش بگید که مثلا اگر من فلان کارو بخوام تو چه حسی داری، اگر تو فلان کارو بکنی من چه حسی دارم، و با هم کاملا صادق باشین.